کلاهبرداری مؤسسه سکه سامن. آیا شما به چنین مؤسساتی اعتماد می‌کنید؟ بار دیگه مقامات ایران از کلاهبرداری میلیاردی مؤسسه‌ای به نام سکه سامن خبر میدن که اعلام ورشکستگی کرده و حالا سرمایه‌گذارای این مؤسسه هم به مال باختگان چندین و چند مؤسسه مالی و اعتباری دیگه اضافه شدند. شرحی از این پرونده این مؤسسه رو به روایت خبرگزاری رسمی دولت ایران ما هم ببینیم. مجوز داشته مؤسسه سامن آقای محمد علی؟ نه خیر، مؤسسه به هیچ عنوان مجوزی از اتحادیه طلا و جواهر تهران نداشته. اون طرفی که مسئول اصلی این کار بوده متاسفانه نه الان در دسترس نیست. آیا از کشور خارج شده یا داخل کشور و دسترسی بهش نیست؟ این من الان اطلاع ندارم. بعضی خبرهایی هستش که از کشور خارج شده. حالا که فرهاد زاهدی فر مؤسس 30 ساله این مؤسسه به خارج از ایران فرار کرده، دادستان تهران هم تعجب کرده و میپرسه چرا همه دستگاه ها غفلت کردن تا پرونده با این تعداد شاکی تشکیل شود. رئیس پلیس تهران هم وعده داده که متهم رو با کمک اینترپول به ایران برخواهند گردوند. ولی آیا پول های سرمایه گذاری شده هم برخواهد گشت؟ در برنامه امشب از شما سرمایه گذاران مؤسسه سکه سامن دعوت میکنیم از وضعیت خودتون بگید و شما که در این مؤسسه سرمایه گذاری نکردید به این سوال پاسخ بدید، چرا با چنین مؤسساتی به طور جدی برخورد نمیشه و چرا برخی از مردم به اونها اعتماد میکنند؟ یه مرور کوتاه هم بکنیم. راه های تماس رو 202-205-2654 شماره تماس آشنای برنامه ماست. از طریق اسکایپ هم میتونید تماس بگیرید یا اینکه در فیسبوک و اینستاگرام روی خط و صدای آمریکا کامنت بذارید برای ما. اگر نمیخواید زنده هم در برنامه شرکت کنید، پیامگیر اتوماتیک هم دارید، میتونید اونجا صداتون رو ضبط کنید و یا از طریق send VOA آیدی تلگرامی صدای آمریکاست تا 9 شب فرصت داشتید که فایل صوتی یا تصویری بفرستید. الان دیگه اون فرصت تموم شده، فقط میتونید به صورت نوشتاری در بحث مشارکت داشته باشید. من بهروز صمدبهی هستم همراه شما در برنامه روی خط. بله، یه سری به مشهد بزنیم. در همین اول برنامه آقای سعید از مشهد همراه ما هستند. سلام، گویا شما از نزدیک با این مؤسسه سکه سامن آشنایی دارید، صحبت‌های شما رو می‌شنویم. آقای سعید از مشهد، صدای من دارید؟ آقای سعید سلام، صدای منو دارید؟ بله، بفرمایید. آقا بهروز، ببینید، متاسفانه من پدرم توی این مؤسسه سرمایه گذاری کرده بود، مبلغ 30 میلیون تومان، و حتی خب ما در جریانش هم نبودیم تا اینکه این اتفاق افتاد. الان همه خانواده کلافه هستیم و منتها خب کاری از دستمون بر نمیاد و امیدی هم نداریم که اتفاقی بیفته، چون سابقه اینو نشون میده. توی مؤسسات مشابه که در یک سال اخیر مثل آرمان و کاسپیان و امثال اینا اتفاق افتاد،
چیزی که واضحه اینه که این دولت رغبتی برای حل اینطور مشکلات نداره. یعنی بالاخره آدم عاقل که دو بار توی تله نمیفته. یه بار یه مؤسسه این کار رو کرد، دولت باید جلوشو میگرفت این کار. حالا من یه مثالی براتون میزنم. ببینید مثلا البته ببخشید قبل از اینکه بریم ادامه صحبت شما، شما منظور تو مؤسسه سکه سامنه دیگه، چون یه مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج هم داریم که اون هم کلی داستان داشت و خیلی سرمایه گذاری کردن، ولی به قول شما اگرچه روش همه اونها نزدیک به هم بود، شبیه به هم بود، ولی امشب به طور خاص در مورد مؤسسه سکه سامن داریم صحبت میکنیم. بله حالا میگم ما متاسفانه خب خودمون مال باخته هستیم توی این قضیه و نکته‌ای که واضحه چون سوال برنامه هم این هست که چرا برخوردی نمیشه، من میگم که به اعتقاد من خود دولت آقای روحانی هیچ رغبتی برای برخورد با این موضوع نداره. ببینید مثلا همین دلار داشت 19 تومن بالا میرفت، هیچ کسی برخورد نکرد، ولی همین که داشت پایین میومد دولت جلوی کاهش نرخ رو گرفت، توی 11 تومن نگهش داشت، گفت خودم میخرم، چون که منافع خودش رو به منافع مردم این مملکت داره ترجیح میده. حالا بر فرض صحت دولت کاری نمیکنه، قوه قضاییه چرا کاری نمیکنه؟ برای اون ببینید هم اونا بدنه ای از همین هستن دیگه. حالا شما منظورتون پس کلیت حاکمیته و حکومته. خب بحث مؤسسات طبق چارتی که دارن زیر مجموعه دولت قرار میگیره. برحال درسته، خب همه هر اتفاقی تو این مملکت بیفته زیر مجموعه. آره ولی برخورد با تخلفاتشون که زیر مجموعه قوه قضاییه است، یعنی وظیفه قوه قضاییه است. بله وقتی که این اتفاق میفته برخورد باید بشه. منتها خب سوال شما اینه که چرا برخورد نمیشه؟ بله چرا به این مؤسسات اصلا مجوز داده میشه؟ من ابتدای صحبتم هم گفتم وقتی که مؤسسه سامن الحجج، مؤسسه آرمان، کاسپیان اینها این تجربه رو به ما دارن نشون میدن، چرا نباید خود دولت نباید خودش رو هوشیارتر کنه که جلوی این اتفاقو بگیره؟ درست. اگر دولت خودش رو هوشیارتر کنه دیگه نیازی به دخالت قوه قضاییه هم نخواهد. بله خب البته این نظر متفاوتی. یه سوال دیگه هم از شما داشتم، گفتید پدرتون در سامن الحجج سرمایه گذاری کرده بود، گفتم حالا امشب ما به طور خاص میخوایم بیشتر در مورد مؤسسه سکه سامن صحبت کنیم، اما فکر میکنید دلیل این که پدرتون اعتماد کردن به این مؤسسه و پولشون رو در اختیارشون قرار دادن چی بوده؟ خب اون که حالا اتفاقی که صرفاً برای پدر من افتاد اون توصیه یکی از دوستانشون بود که تونست پدر منو قانع بکنه به اینکه این سرمایه‌گذاری انجام بده، که خب متأسفانه همکارش هم دوستش در تحلیل دچار اشتباه شده بودن و الان فقط پشیمونن و هیچ امیدی هم به اینکه بخواد پولشون برگرده ندارن. خیلی ممنون آقای سعید از مشهد که همراه ما بودید. بریم به کرمانشاه. آقای طوفان همراه ما هستن. سلام، گویا شما هم در مؤسسه سکه سامن سرمایه گذاری کرده بودید، روایت شما رو بشنویم. ممنون میشم صدای تلویزیون رو قطع کنید، با تلفن با هم صحبت کنیم. الو بفرمایید آقای طوفان. سلام، خوبین؟ سلامتی؟ متشکرم. بله بله صداتون پخش میشه. آبیوز خدا سلام، ما دیگه از دست این مؤسسات آس شدیم، الان دسته دستگان داریم تکره کردن بنده خدا، هرچی پولو سر و دست همه بردن، دارایی هم باد رفته، نمیدونن چه کار بکنن، به هر جا به هر کس شکایت میکنن، هیچ کنه اقدام نمیکنن. بله میدونید چقدر حدودا سرمایه گذاری کرده بودن؟ 20 میلیون تومان، یکی شما 300 میلیون تومان. خب چجوری اعتماد کرده بودن 300 میلیون تومان رو در اختیار این مؤسسه گذاشته بودن؟ یه تبلیغات بوده، تبلیغات تلویزیون رو از این طرف از اون طرف معلوم چیز میکردن، تبلیغ میکردن، این هم ساده بودن. درسته، این هم نکته مهمی است در مورد مؤسسه سکه سامن، مثل مؤسسات مالی اعتباری از جمله سامن الحجج، اینا تبلیغات تلویزیونی داشتن، تبلیغات گسترده رسانه‌ای داشتن، همونطور که آقای طوفان گفت خیلی از این طریق اعتماد کردن. خیلی ممنون آقای طوفان که در برنامه ما شرکت کردید. یه تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم با تلفن ها، کامنت ها و فایل های صوتی شما برنامه رو ادامه خواهیم داد.
از طریق اسکایپ آقای علیرضا باز هم از مشهد همراه ما هستند. سلام آقای علیرضا، بشنویم که آیا شما در مؤسسه سکه سامن سرمایه گذاری کرده بودید یا خیر، تا من سوال بعدی رو از خدمتتون داشته باشم. درود بهروز جان، وقتتون بخیر. متشکر. نه من سرمایه گذاری نکردم، ولی صحبت داشتم میخواستم که خطاب مردم عزیز خدمتتون عرض کنم. عرضم حضورتون، من جناب صمد بگیرم، میخواستم یک بار برای همیشه جواب این چراها رو خدمتتون عرض کنم. البته در برنامه قبلی هم یه بار دیگه من این مثال رو زده بودم. ببینید چرا یهو مثلا سکه گرون میشه، چرا دلار گرون میشه، چرا این مؤسسات به وجود میان و چرا برخورد با اینها نمیشه. من اگر خاطرتون باشه فنر رو مثال زدم براتون. ببینید ما هر از مشکلی که داشته باشیم، یعنی از فشارهای خارجی، این حکومت اومده روی کار که این فشارها رو از بین ببره، نه اینکه به مردم منتقل کنه. حالا بعضیا مثلا تحریم ها رو مثال میزنن، در صورتی که اگر تحریمی هم باشه، در زمان مثلا قدیم که برای چین هم بود، برای ژاپن هم بود، چرا اونا رد شدن؟ چرا اونها تونستن پیشرفت کنن؟ چرا اونها این مسائل رو نداشتن؟ و متاسفانه ما الان تو مملکتمون، جمهوری اسلامی میگم، داره مثل فنر این فشار رو به خود مردم منتقل میکنه تا این وسط خودش سودجویی کنه و استفاده ببره و مردم رو سوق میده به سمت خرید سکه و بقیه مستغلات. به خاطر چی؟ چون مردم هم دارن میبینند روز به روز ارزش ریال داره میاد پایین، میخوان اندک سرمایه‌ای که دارن با همین خرید ناچیز. فکر نکنید همه مثلا مثل اون افرادی که میلیارد میلیارد و کیلو کیلو طلا و سکه میخرن هستن، نه، بعضیا واقعا قوت خرید یه دونه سکه رو دارن، دو تا، ده تا، ولی داره زور میزنه که همون سرمایه‌ای که داره بمونه، ارزش حفظ کنه در واقع. بله، و متاسفانه دولت و خود نظام دارن از این بس سوء استفاده میکنن، در صورتی که وظیفه اوناست. ببینید مسئولین دارن پول میگیرن که برای مردم رفاه ایجاد کنن. اگر ما قرار باشه بیایم بگیم خب آمریکا ما رو تحریم کرد، خب این وظیفه کیه که مقابل این تحریم ها وایسه؟ وظیفه هر نظامی، وظیفه هر حکومتی هست. من این جوابو برای اون افرادی میدم که بارها میان توی برنامه، حالا به غیر از تحریم های مثلا بشر دوستانه که اصلا همچی چیزی نیست، بقیه چیزها رو مثال میزنن و این وظیفه حکومته. حتی اگر خود مقامات جمهوری اسلامی بارها اعتراف کردن که بحث اصلی در مشکلات سوء مدیریت خودشونه و حالا به گفته مقامات جمهوری اسلامی کمتر از 30% تحریم ها در بروز مشکلات مؤثر بوده. ممنون آقای علیرضا از مشهد. ببخشید دوباره سری بزنیم به تلفن ها. آقای محمود از کرمان گفتن که ایشون در مؤسسه سکه سامن سرمایه گذاری کردن. سلام، روایت شما رو میشنویم. سلام، وقتتون بخیر. متشکرم، بفرمایید. عذر میخوام، من از سرمایه گذاران سکه سامن هستم. متاسفانم الان هیچ کدوم از نهادهایی که به این سایت مجوز دادن، هیچ کدومشون پاسخگو نیست. یعنی هیچ کدومشون، بچه‌های تهران، بچه‌هایی که تو تهران دسترسی داشتن به این نهادها، به هر جا مراجعه میکنن هیچ کس پاسخگو نیست. من جمله خود اتحادیه که تا چند وقت پیش که این سایت برقرار بوده تبلیغ اینو میکرده، یعنی تو کلیه سایت های خبری معروف این سایت تبلیغ داشته، من جمله خود سایت اطلاعیه اتحادیه طلا و جواهر. بعد از اون بر میاد میگه جناب آقای آیت محمد ولی میفرمایند که این سایت متعلق به اتحادیه نیست، در صورتی که همین الان آدرس این سایت پایین تابلوی اتحادیه قرار داره، آدرس سایتی که ایشون تبلیغ میکرده. باید اینو چک کنیم، ولی اگر دوست دارید برای ما بگید که شما چقدر به قول معروف سکه خریده بودید و اینکه چطور شد که اعتماد کردید با همین تبلیغایی که دیده بودید. بله بله، ما از طریق، خب ببینید تو بازار، شما اگه بخواید تو بازار خرید و فروش کنید که به عنوان مفسد اقتصادی میشناسن، خب اگر بخواید توی سایت ها خرید و فروش بکنی، خب این بلا به سرت میاد. خب آدم باید به کی اعتماد کنه تو مملکتی که مملکت جمهوری اسلامیه؟ میگن زیر نمیدونم پرچم آقا امام زمان داره فلان میشه. خب حالا الان ما باید حرفمون رو به کی بگیم؟ یعنی واقعا موندیم. الان چندین نفر از این دوستانی که توی این سایت اومدن سرمایه گذاری کردن، خیلی ها خانواده هاشون یعنی واقعا تر از بیمارستان در آوردن، خیلی ها واقعا زندگی هاشون داره از هم میپاشه، هیچ کس هم پاسخگو نیست.
یعنی واقعا هیچ کس با تو خونه نیست. مبلغ 250 میلیون تومان بنده کل زندگیم بوده گذاشتم تو این سایت، الانم واقعا هیچی، دستمون به هیچ جا بند نیست. واقعا نمیدونم دیگه چی باید بگیم، به کجا باید پناه بیاریم، نمیدونم. درسته. امیدی دارید شما که چون گفتن که میخوام از طریق اینترپول برگردونن مدیر مؤسسه رو به ایران، امیدی دارید که برگرده حالا احیانا محاکمه بشه و پولا برگرده یا خیر؟ دادن گفتن از طریق اینترپول ما پیگیری میکنیم، داره مرتب ایشون رصد میشه و قول قاطع دادن که ایشون رو برمیگردونن و تنها امیدواری ما هم همینه که ایشون رو برگردونن و مردم بتونن به پولشون برسن، چون که دیگه نمیدونم، واقعا نمیدونم از چه راهی میتونیم به پولمون برسیم، نمیدونم، مگر اینکه همین آقای زاهدی فر رو بتونن دستگیر کنن و برش گردونن ایران. بله، خیلی ممنون آقای محمود از کرمان، متاسفیم بابت مشکلی که برای شما و چند هزار نفر دیگه به وجود اومده. تلفن ها رو ادامه بدیم. آقای مهرداد از رشت همراه ما هستند، سلام، نظر شما رو بشنویم درباره آخرین نمونه از این دست کلاهبرداری ها که توسط مؤسسه سکه سامن صورت گرفته. الو، بفرمایید آقای مهرداد. درود، وقت بخیر جناب آقای فرمدی، خسته نباشید، وقت شما بخیر. در اصطلاح این شرکت بازرگانی که آریو پرگاز آیلین نام داشت در ابتدا، که مثلا به عنوان سکه سامن اصلا 95 خرید خوش شروع میکنه، هدفش این بود که یه سری تلاطم‌های شدید تو بازار ارزش سکه رو مثلا دولت بتونه مثلا به تسهیل در بیاره، در یه فرآیند خرید و فروش مبادله به صورت سکه آنلاین مثلا دچار تلاطم بازار بگیره. ولی در سال 96 این از وزارت صنعت و معدن تجارت میاد نماد الکترونیکی دریافت میکنه و همین سال ادعای دو ستاره بودن رو داره، یه نماد اعتماد دریافت میکنه، در صورتی که سایت دیگه قادر به دریافت این عنوان نیستن و حدود 300 هزار نفر عضو داره که تنها 600 نفر شکایت دستگیر میکنه. همینجا الان یه مسئله هست و جالب اینجاست که این درگاه، وقتی وارد درگاه سایت میشیم، شعار انصاف پیش کار ماست، اعتماد شما اعتبار ماست نوشته شده. و اینکه پس از مدتی آره تو 24 شهریور اعلام ورشکستگی میکنه بدون پاسخگویی، که مدیریتش هم یه آقای 30 ساله 31 ساله آقای فرهاد. بله، این جزئیات رو بررسی کردیم. شما فکر میکنید چطور میشه که مردم اعتماد میکنن به این مؤسسات؟ حالا اینا به سوء استفاده مذهبی میکنن از اساسات مردم. مردم مثلا اول که از یه نامای استفاده میکنن مثل سامن و امام رضا و امام زمان و از این حرفا، و اینکه یه داستان تکراریه، این همون داستان تکراری اختلاط و فریبکاری مردمه که با تغییر نام مؤسسات و اینا شروع به کلاهبرداری میکنن، سپس بودجه رو در اختیار سپاه قرار میدن برای هزینه های ماجراجویی تو منطقه استفاده کنن. و اینکه همون ماجرای دزدی که فریاد میزنه میگه دزد رو بگیرید، همینجا هم هست مثل ماجرای بابک زنجانی به فراموشی سپرده میشه و این اختلاطا همشون، مطمئن باشید که اصلا خودمون فرد یه جوونه، شاید اصلا قربانی باشه، شاید اصلا این پولا بهش نرسه، حالا مدعی شدن که املاکش رو گرفتن، ماشینا گرون قیمتش رو گرفتن، ولی به نظر من شاید اینم یه قربانی باشه، پول از جای دیگه است. بله، خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون آقای مهرداد از رشت. آقای مهرداد معتقد بودن که بدون کمک رانت نمیشد یک فرد اینطوری رشد پیدا کنه و همینطور معتقدن که او نفر اصلی نیست و پولها جای دیگری است. این اعتقاد ایشون بود. من دو تا توییت براتون بخونم، بعدش یه فایل صوتی هم داریم، اونو با هم میشنویم. کامنت های زیادی هم به دستمون رسیده، اما من از توییتر شروع میکنم. محمد توییت کرده که متهم 15000 میلیاردی سکه سامن از کشور خارج شد، بعد ورزشگاه آزادی انقدر دوربین داشت، من بادا یه دختر وارد ورزشگاه بشه. کاربن به نام آیدان هم میگه دزد مؤسسه سکه سامن با خانوادهش فرار کرد، اون وقت ما اگه فقط یک سال مالیات شغلیمون رو ندیم کل خاندانمون رو ممنوع الخروج میکنند. این هم توییت آیدان بود. اما بریم یه فایل صوتی با هم بشنویم، بعد برمیگردیم برنامه رو ادامه خواهیم داد. طبق گفته اجرایی، رئیس سکه سامن با 15 هزار میلیارد تومان دو ساعت قبل از دستگیری از کشور خارج شده. باید به آقای اجرایی گفت خسته نباشی دلاور، که اینقدر دقیق هستید. کجاست اون به قول خودتون اشراف اطلاعاتیتون که این دزدان و چپاولگران را دستگیر کنید ولی به سرنوشت بابک زندرانی دچار نشود؟
شما خودتان رفیق قافله و شریک دوست هستید. بله، تلفن ها رو میخوایم ادامه بدیم. امشب درباره کلاهبرداری مؤسسه سکه سامن صحبت میکنیم. آقای علیرضا از گرگان همراه ما هستند. سلام، نظر شما رو بشنویم. آقا بهروز، سلام عرض کردیم. سلام، بفرمایید. خدمت شما و بینندگان عزیز، عرضم به حضور شما، ایران عزیز ما با این همه وسعتش و با این همه شرایط اطلاعاتی، شما حساب کن از ده گرفته تا روستا گرفته تا شهر گرفته تا استان گرفته تا نادهای دیگه، عرضم به حضور شما اینجوری دارن جنایت میکنن، دزدی میکنن، اموال مردم رو دارن سرقت میبرن. من متاسفم، تاسف میخورم برای عرضم به حضور شما بانک مرکزی و عرضم به حضور شما برای آقای ریاست جمهوری، اینکه چرا جلوی این موارد نمیگیرن، به راحتی از کشور فرار میکنن، طرف دنبال یه سکه مانده تو زندان که بتونه معریش بده. حالا 15 میلیارد سکه سامن، شرایط وضعیتش معلوم نیست. من در خدمتم. خیلی ممنون از شما. بله، برای آقای رضا از گرگان همین سوال بود که چطور ممکنه این مؤسسات، حالا مؤسسات مالی اعتباری یه طرف، مؤسسه سکه سامن یه طرف دیگه، بیان فعالیت کنن، تبلیغ بدن به همه جا، گسترش پیدا کنن، بعدش هم که یا فرار کنن یا از مجازات در امان باشن. بریم یه تلفن دیگه داشته باشیم. آقای سعید از کرج همراه ما هستند. سلام، نظر شما رو میشنویم. الو. آقای سعید سلام، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر بهروز جان. متشکرم، بفرمایید. ان شاءالله که خسته نباشید با این موضوعات خوبتون. متاسفانه من موضوع دیشب نتونستم شرکت کنم، ولی در مورد این مسئله که چرایی قضیه که چرا مردم اعتماد میکنن، من متاسفانه باید بگم که البته تقصیر مردم نیست، این حالا شر میدم براتون چرا اینجوریه. مردم ما یه مقدار دوچار به قول معروف از همگسیختگی مادی هستن و درنتیجه یه مقدار طماع شدن و بلافاصله فریب میخورن. البته این فریب رو از کجا میخورن؟ ما در سپاه واحدی داریم به نام جنگ‌های روانی. تمامی این آقایونی که اینجور مجوزها رو میگیرن، به قول اون دوستمون گفتن شاید این فرض از تو خودش هم قربانی باشه. افرادی هستن که ببینید تبلیغات رو رسانه ها بدون داشتن مجوز رسمی به هیچ وجه قبول نمی کنن، مخصوصا صدا سیما یا نماد الکترونیک. من خودم سایتی رو داشتم میزدم، چیزی در حدود 6 ماه 7 ماه طول میکشه، اونم قوه قضاییه وزارت اطلاعات. همه اینها باید بیان نظر بدن تا اون نماد الکترونیک داده بشه، ولی به این سایت به راحتی داده شده بود. خب مردم وقتی نماد رو میزدن، آرم نماد رو میزنن، میگن خب این دیگه یه چیز رسمیه و مردم میتونن بهش اطمینان کنن، در حالی که این آقا خیلی راحت این کار رو کرد. و بعدش هم که قوه قضاییه ما که میتونه هر کسی رو به خاطر یه مالیات یا هر چیزی ممنوع الخروج کنه، نه تنها ایشون ممنوع الخروج نشد بلکه به فاصله 2 ساعت اسم ایشون رو حتی تو پرواز چک کرده بودن و ایشون به راحتی پرواز کرد و رفت. پس در واقع شما معتقدید که این قضیه به این سادگی نمیتونه باشه؟ قضیه واقعا به این سادگی نیست، مخصوصا تو ارز، تو دلار، تو سکه، همه اینها کار فساد جنگ‌های روانیه که مردم رو از اون اعتراضات واقعی بکشن کنار. الان مردم یکی مشغول بدبختیاش توی به قول معروف دلاره، یکی مشغول بدبختیاش توی سامن الحججه، یکی مشغول بدبختیاش توی سایت سامنه. اینا میدونین چقدر نیرو، چقدر انسان و چقدر آدم رو میتونه که معترض باشن به چیزای دیگه میذاره کنار. خب از اون برم قوه قضاییه خیلی راحت، مگر نگفتن که ما سلطان سکه رو دستگیر کردیم؟ خب سکه های این سلطان سکه کجا رفت؟ اونو که دستگیر کردن که. این جوابیه که قوه قضاییه باید بده، ولی خب هیچ کس ازش نه این فرصه، هیچ کس سوالی هم نمی کنه و مردم همینجوری هی به حاشیه میرن، از این کلاهبرداری به اون کلاهبرداری، از این کلاهبرداری به اون کلاهبرداری. بله، و مدام هم تکرار میشه. خیلی ممنون آقای سعید از کرج که در برنامه ما شرکت کردید. به نیمه برنامه رسیدیم، بعد یه تنفس کوتاه برنامه رو ادامه خواهیم داد.
VOA فارسی، اینستاگرام صدای آمریکا. بله، امشب در مورد کلاهبرداری مؤسسه سکه سامن صحبت میکنیم. مؤسسه که به صورت اینترنتی اقدام به خرید و فروش سکه میکرد، الان اعلام ورشکستگی کرده، صاحبش هم از ایران فرار کرده. ما پیش از این درباره مؤسسات مالی اعتباری زیاد صحبت کرده بودیم. این جدیدترین نوع از کلاهبرداری نسبتاً مشابهه. آقای گوگن از آمریکا همراه ما هستن. ایشون گفتن که برادرشون گویا از طریق این سایت سرمایه گذاری کرده بودن و سکه خریده بودن. سلام، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. ببخشید، من همونطور که شما فرمودید داداش من تو این برنامه بوده و متاسفانه این سرمایه گذاری رو کرد، هرچی هم بهش گفتیم قبول نکرد. ولی یه چیزی هست در این رابطه که یه مغازه‌ای که تازه باز میشه و بدون اینکه به حساب اجازه کار داشته باشه تابلو میزنه، فوری میان تابلوشو میارن پایین و بدون این هیچ صحبتی حتی مغازه رو هم تهدید به بستن میکنن. و این حرفایی که آقای ژئی میگه که ما دو ساعت قبل، اینا همه یاوه‌گویی‌هاییه که این آقایون دارن میکنن. حالا من یه پیشنهاد فقط دارم در رابطه با این برنامه. این آقایون که این همه پول سکه دادن و باختن، در واقع مالشون رو به باختن دادن، من معتقدم که بیان همه این آقایون یه پول کمی هم بذارن، با اینکه اون پول از دست دادن یه پول کمی هم بذارن و یه جوری بتونن این آقایی که فرار کرده اینو بگیرن بیارن، بعد ببینن آیا قوه قضاییه میتونه کاری بکنه یا نه. الان رئیس پلیس تهران گفته که ما از طریق اینترپل داریم پیگیری میکنیم که برش گردونیم به ایران. اینترپل که خودشون اصلا قبول ندارن، چجوری اینترپل رو بهش گفتن که این کارو بکنن؟ اگه اینترپل قرار باشه کاری بکنه که از خودشون و خیلی از نفرهای خودشون رو باید بگیرن، پس اینا اصلا هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارن. پس شما امیدوارید که اگر خود مؤسسه سکه سامن رو بتونن دستگیر کنن، شاید امیدی باشه که پولا برگرده؟ من معتقدم حتی اگه، چون دولت که دنبال این کار نمیره به هیچ عنوان، من فکر میکنم همونایی که سرمایه گذاری کردن و سکه ها رو پیش خرید کردن، حالا یه هر جوری دیگه، خودشون دوباره یه خرجی بکنن و این آقای رو با خانومش و خانوادهش حالا هرچی هست بگیرن برگردونن. حالا با توجه به که برادر خود شما این سرمایه گذاری کرده بود، فکر میکنید چرا مردم اعتماد میکنن به چنین مؤسساتی؟ بعد وقتانه حالا نمیدونم چجوریه، ولی اسمی که میذارن روش، مردم روی اون اسم یه خورده حساسیت پیدا میکنن و یه اعتبار به خصوصی رو اون اسمای مخصوصی که اینا میذارن حساب میکنن روش. بله، خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردید. آقای رضا از ایران همراه ما هستند. آقای رضا سلام، نظر شما رو بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما، شب شما هم بخیر. خوشحالم که بعد از 3 روز پشت خط موندن امروز نوبت هم رسید. صدای منو دارید؟ بله، صداتون پخش میشه. خواهش میکنم خدمتتون عرض بکنم آقای سنوری، من حدود 22 سال تو امور مالی فعالیت میکنم، در کنارش کارهای تحقیقی هم بخصوص امور اقتصادی میکنم. گزارشی که اول برنامه گذاشتید، اون سایت ها که نیزیم نشته بودم ورشکستگیه سکه سامن، در صورت که این ورشکستگی نیست، کلاهبرداریه. ورشکستگی با کلاهبرداری خیلی فرق، خودش اعلام ورشکستگی، یعنی در واقع ادعای ورشکستگی کرده. توی اون چیزهای سایت ها میگه که ورشکسته شده. من همون روزی که این اتفاق افتاد چیزشو خوندم، همون روز مطلع شدم من که زده بود به علت شوهر یکی از چیزا 503 از این داستانا، ولی کلاهبرداری بود. این یه قضیه است.
مسئله دوم که باید بهش اشاره بکنیم، حالا همه میگفتن درس و چیزی هست، این آقا حالا دوستان اشاره میکردن و مجوزهای مشکلی چیزی هست که خیلی کسی بهش توجه نکرد. پدر خانم این آقا از مسئولین بانک ملت در بانک ملت در تبریز، بله اینطور گفته شده، خیلی کمکش کرده بودن توی مسائل بانکی. این یه قضیه. نکته بعدی که باید بهش توجه کرد، حالا میگن این وابسته بینه، آره رانت رو داده، این که تابلوه که رانت رو بهش دادم و مشخص از هر اومن شمسه، ولی من یه صحبتی دارم با مردممون، دقت میکنید مردم ما. من یه آقای گفت من تمام زندگیم 250 میلیون سرمایه گذاری کردم، کسی سرمایه گذاری میکنه که فرض کنید همه چیزش رلت، یه پول غیر قابل استفاده یا یه پول اضافه ای داره، کسی زندگیشو نمیتونه بیاد به قول رو هوا سرمایه گذاری بکنه. و این هم دیدیم ما از دهه 70 که شرکت‌های مضاربه‌ای بودن تا الان همینجور این کلاهبرداری‌ها رو داشتیم و تموم هم نمیشه. شما هنوز از بحث مؤسسات مالی اعتباری مدت زیادی نگذشته که بعد این اومد به باخ. درسته. فکر می‌کنید چرا اعتماد می‌کنن مردم؟ شاید من چند دلیل عمده رو میگم. من یه بار رفتم توی یکی از مؤسسات، یه آقای اومده بود گفت آقا من میخوام مثلا 40 میلیون دارم، اینقدر خونه اجاره کردم، اجارهش چقدر در میاد مثلا بهم بدید. یکیش من فکر میکنم به علت تنگ این مشکلات اقتصادی کاری که نیست، نمیدونم در کدوم زمینه سرمایه گذاری بکنن، یعنی بنبست اقتصادیه، میخوان در واقع بی درد سر یه پول، یعنی نمیشه بی درد سر یه پولی رو دست. یه دی دیگه هستن نه، میخوان یه شبه به قول معروف تحت تأثیر تبلیغات قرار میگن که به یه ثروت خاصی برسن. به عبارتی به قول معروف چی میگن؟ میگن شما اگر میخواید کلاهبرداری بکنید باید یه دفتر شیکی داشته باشید، تبلیغات شیکی داشته باشید، کارمندای شیکی داشته باشید. بود یه مؤسسه دیگه ای هم بود که در زمین تحت عنوان شعارش این بود، حرف 8 سال 9 سال پیش بود، تولید مسکن جهادی، ما میخوایم مسکن ها حدود 8,000-9,000 نفر توی کشور با سرشون رو کلاه گذاشت، طرف هم تو زندان این خیالش میگه من ندارم، میخوایم چیکارم بکنیم. از این قسمت من فکر میکنم مردم ما اگه خودشون پلیس خودشون باشن، قاضی خودشون باشن، دوچار این مشکلات نمیشن. خدا با آدم یه چیزی داده، اون عقلش، اون سی پی یوشه که میگن اشرف مخلوقات توی اینه. اگه اینو به کارش مندازن هیچ کس نمیتونه اینا رو فریبشون بده. خیلی ممنون آقای رضا که همراه ما بودید. آقای سعید از بجنورد همراه ما هستن، ایشون گفتن که خودشون در این مؤسسه سکه سامن سرمایه گذاری کرده بودن. سلام، بفرمایید چندتون ماجرا چی بوده؟ خسته نباشید، خوب هستید. ممنون. میخواستم بگم که ما تو این 40 سال همه اومدن دزدیدن و بردن، یه بنده خدا میگه اینترپول میگه خاوری رو برگردوندن که اونو برگردونن. برد آقا جان، تا وقتی که ما از گنبد گلدسته نگذریم این درستشون نیسته. حالا شما چقدر سکه خریده بودید به حساب از این مؤسسه سکه سامن؟ 1 میلیون خریده بودم، اونم برداشت برد. هیچ راهی هم نداریم. من تنها چیزی که میتونم بگم، ما فقط از دین و مذهب داریم ضرر میکنیم. دین و مذهب تا وقتی نره سر ما مردم ایران راحت میتونن کلا بذارن. میگه زمان شد چه ایرادی داشت، همین اسلام بود که ما رو بدبخت کرد. من از شما سوال میکنم کدوم کشور اسلامیه که مردمش راحت زندگی کنه؟ حالا این خیلی در قالب برنامه ما نیست، من این سوال از شما دارم که شما چطور شد به این مؤسسه اعتماد کردید؟ به نظر میرسه که خیلی میانه خوشی هم با دین و اسلام ندارید، اون وقت چرا سراغ مؤسسه رفتید که اسمش سامنه؟ چنان دم از دین و مذهب میزدم، ما هم گفتیم اصلا آدم های خوبی هم، دیگه از همون موقع بریدیم دیگه از دینه. بله خیلی ممنون آقای سعید که در برنامه شرکت کردید، امیدواریم شما و همه کسایی که مال باخته هستن به سرمایهشون و سپردهشون برسن. من بازم براتون توییت میخوام بخونم، قبل از توییت یه کامنت از اینستاگرام بخونم. خانم نفیسه از جمله چندین و چند کامنت گذاری بودن که کسایی که سرمایه گذاری کردن و متهم کردن که اینا طمعکارن و گفتن اگر طمع نمی کردن این کار رو نمی کردن. جالبه که خودشون هم میگن در مؤسسه مالی سامن الائمه پول گذاشته بودن و تونستن بعد از مدت ها پولشون رو بگیرن. اما بریم سراغ توییت ها. سراج میردامادی توییت کرده میگه مدیر سکه سامن و همسرش از کشور
فرار کردن، 15000 میلیارد تومان پول مردم رو بالا کشیدن و احتمالاً دولت از جیب بخش دیگری از مردم این پول را به مال باختگان پس می‌دهد. بعد از جیب بخش دیگری از مردم پول زوری را برداشت می‌کند و همینجوری برو جلو تا کلاهبردار بعدی و پول زور بعدی. یه توییت دیگه هم بخونم از کاتالاکسیست، کاربری به این نام میگه متهم پرونده که از کشور خارج شد، این خبر رو بذارید کنار سه خبر بازداشت عضو شورای شهر شیراز به خاطر یک توییت، بازداشت عضو شورای شهر نیشابور به خاطر اظهار نظر اینستاگرامی و بازداشت سه نفر از شهرداری شیراز به خاطر یک بنر. اینها متخصص کشتن اعتماد مردمند. نظر این کاربر توییتر بود. دوباره برگردیم به تلفن‌ها رو می‌خوایم ادامه بدیم. آقای حمید از شیراز همراه ما هستند. آقای حمید سلام، نظر شما رو بشنویم. سلام علیکم، خسته نباشید آقای ثمروجی. متشکرم، بفرمایید. مؤسسات و بانک‌های خصوصی ایران، خود مسئولین هم گفتن که به اینها اطمینان نکنین و اگر پول شما سوخت شد به عهده خودتونه و آن عده‌ای که از آنهایی که در این مؤسسات سرمایه‌گذاری می‌کنن بیشتر اونا از قشر کم درآمد و بازنشسته و از کار افتاده است که به خاطر اینکه سود بیشتری میده به آنها اطمینان می‌کنن، چرا که حقوق و درآمد اونا کفاف زندگی اونا نمیده و در مؤسسات سرمایه‌گذاری می‌کنن تا بتونن قسمتی از خرج و مخارج زندگی روزمره آنها تأمین بشه و نمی‌دونن که این مؤسسات برای اونها تور انداختن برای سید اونا و حتی حکومت هم با این متخلفین جدی برخورد جدی نمی کنه. بنده اصلا با مؤسسات اطمینان نمی کنم و اگر پول هم که داشته باشن در بانک های دولتی سرمایه گذاری می کنم. بله. و بیشتر مردم اومدن خونه و طلا و جواهرات اینا چه گرانبهاش هم فروختن و به مؤسسات سپرده کردن و پول اونا هم که بعدش خورده شده. خیلی ممنون آقای حمید از شیراز که همراه ما بودید. اجازه بدیم بریم به زاهدان. خانم نرگس همراه ما هستند. خانم نرگس سلام، صحبت شما رو بشنویم. آقا متشکرم، ممنون. آقا این مردم یه خورده مثل این که باورشون شده که دستشون همش باید خالی باشه. بفرمایید، ادامه بدید صحبتتون. خالی بشه و دولت هم این راه رو براشون راست کرده. یعنی چجوری بگم، باور دولت شده که اندکی از مال حرف بزنه دیگه مردم آماده باشن، والله ندیدن که چند مؤسسه مردم رو بدبخت کردن. آقای صمد بیگی، خانم نرگس، شما فکر میکنید که الان دولت بیشتر تقصیر داره یا مردمی که میرن به مؤسسات اعتماد میکنن؟ دولت آقا، دولت اگر دو نفر رو همینجور که بقیه رو اعدام میکنه بیاره اعدام بکنه، میدونن مردم دلگرم میشن، ولی الان دولت این کار رو داره میکنه. آقای ستمت بگی راه برای دولت بازه، دست دولت خالی شده، از این را دست مردم داره خالی میکنه. میگه مردم که بر این راه آماده باشن. بله، خیلی ممنون. خیلی ممنون خانم نرگس از زاهدان که همراه ما بودید. من فقط یه دونه کامنت بخونم بعد یه فایل صوتی داریم اونو با هم میشنویم. آقای نیما و ایمان نوشته که 250 میلیون تومان که همه زندگیشون بوده رو سرمایه گذاری کردند و نوشتن رفت که رفت و هیچ کس هم پاسخگو نیستش. بریم این فایل صوتی رو با هم بشنویم بعد برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم. مردم هنوز بیدار نشدن، هنوز نمیخوان قبول کنن که اینا همه برای درآمد جمهوری اسلامیه، اینا همه به خاطر پولشویی برای جمهوری اسلامیه که گند کاریاشو جلو ببره. و دلیل دیگه هم که داره، مردم طمع میکنن، خیلی راحت طمع میکنن و گول میخورن. 40 سال پشت سر هم این ملت دارن گول میخورن و این دفعه هم از طریق سکه و دلار گول خوردن. چرا باید آدم بره خونهشو، من شنیدم فروخته، سکه خریده یا دلار خریده و شنیدم
گاوداریشو فروخته سکه و دلار خریده. این طمع نیست، این گول خوردن نیست، این پر کردن جیب جمهوری اسلامی نیست، این رسوندن پول به یک نظام فاشیستی نیست، این پول رسوندن به یک نظامی که منطقه رو ریخته به هم نیست. به اواخر برنامه نزدیک میشیم، درباره مؤسسه سکه سامن داریم صحبت میکنیم. یه خورده سریعتر بریم سراغ تلفن آقای کرمی از آلمان همراه ما هستن. آقای کرمی سلام، نظر شما رو میشنویم. درود بر شما آقای بهروز عزیز، شبتون بخیر. متشکرم. من کرمی هستم از آلمان. خدمت شما عرضم که در خصوص کلاهبرداری این مؤسسه یه چند خطی به خدمت شما و ملت عزیز ایران من عرض میکنم. یعنی جمهوری اسلامی در این حد آشکار ملت رو چی پنداشته؟ بنده به عنوان یه سرمایه گذار 750 میلیون تومانی بارها از جناب آقای تمیزکار دستگاه دیپلمات ایران و سرکنسول در مونیخ استعلام گرفتم قبل از اینکه سرمایه گذاری بکنم. ایشان فرمودن که بله طبق استعلامات دارای مجوزهای کامل هستند، صنایع معادن به ایشان مجوز داده، اتحادیه طلافروشان به ایشان جواز کشف دادن. که اینو رسما استعلام گرفتید یا نه شفاهی بوده؟ من اصلا کلا برگه استعلام دارم از جناب آقای تمیزکار کنسولی و دیپلمات سرکنسولی مونیخ، یعنی کنسولگری ایران در مونیخ آلمان هم این مؤسسه رو تایید کرده بودن. دقیقاً قربان، دقیقاً بعد از وقوع جرم توسط آقای فرهاد زاهدی فر و خانومش، من نمیدونم مسئولین قوا با چه رویی تریبون دست میگیرن و میگن که بارها ما به شما تذکر دادیم که حواستون این کلاهبردارا باشه. من نمیدونم چرا اینا انکار میکنن، چرا اینا بعد از 3 سال توی ملتی که یه مؤسسه فعالیت داره آخر سر اینا رو کلاهبردار معرفی میکنن. خیر آقای اجرایی، آقای اجرایی کلاهبردار هستی شمایید. آقای اجرایی من به ملت ایران قول میدم که فقط منتظر اسکان آقای زاهدیفر و خانمش هستم که دیدم در چه کشوری اسکان پیدا میکنن. من حق ملت ایران رو خواهم گرفت. قطعا اینو به شما میگم آقای بهروز خان، واقعا 750 میلیون تومن پول کمی نیست و از این بالاتر رقمای بالاتری هم هست که آقای زاهدیفر واقعا این حق این ملت رو پامال کرده و با خودش باروتوشه کرده و به راحتی از کشور خارج شده. من اینو قبول ندارم و به ملت عزیزم قبول قول میدم که فقط منتظر اسکان این شخص هستم. بله. و با آقای اجرایی هم ثابت میکنم که حق اینجاست و عدالت اینجاست، شما یه شعاری بیش نیستید. خیلی ممنون آقای کرمی از آلمان که همراه ما بودید. آقای بیات از تهران سلام، بفرمایید. سلام آقا جون، خسته نباشید. متشکرم. هر چی ما میکشیم از دست خودمونه، خدا وکیلی. ما یه سکه معامله نکردیم، اما تو همین مؤسسه سامن الحجج یه زمین داشتیم، 30 سال زمین داشتیم گذاشته بودیم تو شهریار، خریده بودیم، تازه شده بود زمین، اون وردیم فروختیم بردیم تو همین بانک اینا گذاشتیم. بعدن گفتن کلاهبرداری شد و یا علی مدد رفته. الان هم دستمون به هیچ جا برمیده. چقدر پولتون به قول معروف رفته آقای بیات؟ 6 میلیون. هیچ چیش نتونستید پس بگیرید؟ شما بگو یه قرونی ما گرفتیم نگرفتیم. گفتن اینقدر سود میاد و زیاد صحبت سود زیاد بود که ما هم تمکار، همه ماهی که زمین خوردیم، خدا رو شکر حالا من همه دار و ندارم اون نبود. اگه یه سری هستن که زندگیشون همون پول میذارن اونجا که مثلا به یه پولی برسن اونم میره، اما خب من دارو ندارم اون پول نبود. من یه مزده سرمایه داشتم، خونه از خودم داشتم به جز اون زمین، اما 5-6 میلیون هم رو ورداشتم بردن دیگه. درسته. و شما میگید که خودتون دارید میگید که طمع کردید به خاطر اون سود زیادی که وعده میداد مؤسسه سامن الحجج. همه ما که پولمونو بردن، خدا وکیلی من به گفته به چیز خودم میگم، نظر خودم، حقمونه. چون طمع زیاد، خب بانک دولتی داره
مثلا 10% میده اون میده 18%. خب یا باید کلاهبردار باشه یا باید کارش درست نباشه که اینجوری داره سود میده دیگه. رو همون حساب ما پولمون رو گذاشتیم بردن دیگه. 30 سال میگم یه زمین رو من نگه داشتم، من مادرمون خریده بودیم، اون موقع ارزون بوده، خریده بوده 30,000 تومان تو زمان شاه، الان که دیگه مثلا شده بود خیلی ارزشش بالا ما فروختیم 4 میلیون. ممنون آقای بیات. البته نه حق شماست نه حق هیچ شهروند دیگری که این سرمایه هایی که با زحمت به دست آوردن اینجوری از دستشون خارج بشه و اون کسایی هم که مسببش بودن حالا به هر طریقی فرار کنن از دست قانون و مجازات. اما آقای مهدی از فارس هم گفتن که در مؤسسه سکه سامن سرمایه گذاری کرده بودن. آقای مهدی سلام، روایت شما رو بشنویم. الو سلام. سلام بفرمایید. خوب هستید؟ متشکرم. من میخواستم اینو بگم که در مورد سامن حالا این صحبت بود که آقای آذری جهرمی وزیر حالا که حالا خیلی صحبت میکنن و بحث این دارن که نمیدونم صحبت این باشه که دولت الکترونیک و فلان. خب این مؤسسه سامن که دیگه با این کاری که کرد دیگه آدم چجور اعتماد بکنه این بحثای حالا الکترونیک؟ اصلا دیگه نمیشه فضای مجازی اعتماد کرد. این همه مجوز داشته این سایت، حالا من نمیتونم دونه دونه اعلام بخوام بکنم، از انواع اقسام خبرگزاری تبلیغ کردن با عنوان طلای امن، در واقع یعنی سرمایه گذاری امن. شما طبق همین تبلیغات و مجوزا بهشون اعتماد کردید که پولتون رو اونجا سرمایه گذاری کردین؟ ایسنا، خبرگزاری خبر آنلاین، شرکت هواپیمایی آسمان، کجا بگم دیگه، سایت اتحادیه طلا که البته الان داره میگه که این سایت ربطی به من نداره، ولی خب خود تابلوی این اتحادیه همین سایت tdju.org رو اومده دات آیار یا اوارجی این اومده تبلیغ کرده، الان میگه که اصلا سایت من ربطی نداره. اون تابلو اتحادی هم همین آدرس سایت رو زدید. وقتی که همه جا دارن، حتی سایت برنامه 90 هم تبلیغی نداشتش، وقتی همه سایت رو تبلیغ میکنن چرا من نیام سرمایه گذاری کنم؟ وقتی نماد اعتماد الکترونیک داره که به هر سایتی نمیدن، انواع اقسام نمادار رو داشته. من نمیدونم واقعا بعد مسئولین پاسخگو باشن. در مورد اون صحبت دوستمونم که گفتش نمیدونم این مثل خاوری است و خاوری من گرفتم که این زایده رو بگیرم، ببخشید خاوری پول در واقع دولت رو گرفته بود برده بود، این پول مردمه. همین رفیق اونم گفتش، همین دوستی که آلمان بود، اگه شده هر جا باشه مطمئنا اینو میگیرن، چون پول مردم که نمیتونه بیاد بخوره. بهتره که الان همکاری بشه. ما نمیدونیم واقعا 3 هفته گذشت هیچ خبری نیستش، بیان بگن آقا چی جوریه این الان گرفتن نگرفتن کجا هستش، بیا جوابگوی مردم باشه. هر پس شما امیدوارید که با دستگیریشون برای دادگاه و تشکیلاتی برگزار بشه به پولتون برسید شما؟ حداقل من میگم بیان روشن کنن تکلیف ما رو، ببینن این برنامه چی هست. هر بار یه فیلم چیز اینشون پخش میکنه 1 دقیقه که من ایران هستم، جایی نرفتم، پولای شما رو میدم. از این بر قوه قضاییه میاد میگه که نه ایشون فرار کرده و نمیدونم از کشور خارج. حداقل بیان مردم روشن کنن آقا، فرمان تلخ بهتر از تلخی بی پایانه. خیلی ممنون آقای مهدی از فارس، امیدواریم شما هم به حقتون به سرمایه‌تون برسید. ممنون در برنامه ما شرکت کردید. آقای ابوالفضل از کرج هم گفتن که ایشون هم سرمایه گذاری کردن در مؤسسه که سامن. سلام، ممنون میشم خلاصه شما هم روایتتون رو بگید. سلام، خسته نباشید. متشکرم. یه چند تا مورد هستش که من حالا خلاصه وار میام عرض کنم خدمتتون. یکی این که یک تعدادی از بچه‌ها روز دوشنبه یا سه شنبه رفته بودن شکایت کرده بودن که ما روز شنبه یا آمارات حسابشون گرفتیم، حساب ایشون اصلا کلا بسته بود. بعد 20 یا 21 ایشون دوباره پول برداشت کرده بود. این چه مدل حساب بسته بودنیه که ایشون دوباره قابلیت دیدن داشته که حسابشو بیاد از حسابشون برداشت کنن؟ حالا اونا از کجا میدونستن که باید برن زودتر شکایت کنن؟ خودش یه قضیه است. یه قضیه اینه که ما روز شنبه یک تعدادی از بچه‌ها رفته بودن همون روز شنبه اقدام کرده بودن به شکایت. اینا خب با توجه به بسته بودن سایت و شواهد دست همچین کاری داده بودن، ولی یه تعدادی اصلا قبل اینکه اصلا همچین اتفاقی بیفته روز یک شنبه دو شنبه رفته بودن اینکه شکایت گسترده کرده بودن. یه تعداد یه مقداری چون هم به پول رسیده بودن یه مقدارشون نرسیده بودن. یه مسئله دیگه دروغگویی اصلا رئیس اتحادیه است، همون در رابطه با این دوستمون که الان قبلش گفت که اصلا این سایت به ما ارتباطی نداره فلان، در صورتی که خیلی از بچه‌ها رفتن اونجا فیلم برداری کردن عکس گرفتن که اصلا این آدرس سایت حالا چه ORGش باشه چه .com چه .ir همه
اون هاستل رو همه رو خریده و همه‌شون هم مال همین سایت، یعنی مال همین رئیس، مال خود اتحادیه دل و جواهره. بعد یه مسئله دیگه که اینجوری که بعضی از دوستان میاد میگن که طمع کردن، این معامله بوده، طلا می‌خریدن توش ضرر بوده توش سود بوده، مثل همه آدمای دیگه که میرفتن دلار میخریدن، طلا میخریدن، سکه میخریدن. پس اینجوری که باید بگیم کل ایران تمکارن، همه این دوستایی هم که الان رفتن با این افت دلار و افت طلا همشون ضرر کردن، پس همه این دوستان هم یه تمکارن دیگه. یه جوری الان با این شواهدی که الان نزدیک 60% ایران کلا تمکارن. یه سوالی دیگه هم من داشتم، تون تون دارم میگم خدمتتون. ممنون میشم، دیگه جنبندی کنید اواخر برنامه. من یه سوال داشتم، این اعلان قرمز که میکنن اینترپول، معمولا کسی که اعلان قرمز میشه، چون الان رئیس فکر کنم پلیس تهران ایشون گفتن که آره گفتن از طریق اینترپول داریم رصد میکنیم ایشون رو برگردونیم، ایشون چجوری اینترپول که الان ما کل اینترپول رو زیر رو کردیم، اصلا نه عکسی نه اسمی هیچ چیزی از این آقا تو اینترپول نیست، بگه اعلان قرمز نشده. اگه اعلان قرمز شده خب پس چجوری اسمی از ایشون نیست توی اون زاری؟ خیلی ممنون آقای ابوالفضل، به نکات مهمی اشاره کردید. دیگه فرصت نیست برای تلفن ها، من یه کامنت بخونم. بیننده گفته که 24 میلیون تومان در این سایت سکه سامن سرمایه گذاری کرده بود، میگه به این دلیل هم بود که روز به روز داشت ارزش ریال پای میومد، من اومدم گفتم یه فکری کنم که سرمایه‌ام از دست ندم و ارزشش پایین نیاد که این بلا سرم اومد. بریم داخترین های مجازی. امروز روز جهانی معلمه و سری بزنیم به توییت هایی با این محتوا. امیر ابتهاج نوشته نزدیک به 150 روز از بازداشت محمد حبیبی معلم آزاده میگذره و همه در سکوتند، رسانه ها، احزاب و سازمان های سیاسی و فعالین سیاسی و مدنی، بیایم ما دیگه سکوت نکنیم و راه محمد حبیبی که مبارزه برای رایگان شدن امر آموزش و عدالت آموزشی است رو ادامه بدیم. احمد مدادی یادآوری کرده در روز جهانی معلم تعدادی از شایسته ترین و شریف ترین معلمان ایران در زندان هستند. محمود بهشتی، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران به اتهام دفاع از حقوق صنفی همکارانشان در زندان هستند. صدیق پاکزمیر عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران هم توییت کرده از صبح منتظرم شماره اوین بیفته، بلکه یکیشون باشه روزشون رو تبریک بگم، پر از بغض مچاله شدم. و در نهایت پیام ویدئویی اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان رو با هم ببینیم. زندان نه جای معلم هست، نه به اندازه معلمان ایران جای دارد. آقایان مسئول، کمی تدبیر به خرج بدید. از جمله خواسته های همکاران در بند ما توقف خصوصی سازی آموزش است. آرزو داریم هر چه سریعتر این دوستان ما از زندان آزاد شد. سودورزی در آموزش پرورش یک امر خطاست. این معلمان زندانی خواهان رایگان شدن آموزش عمومی و آموزش در آموزش پرورش هستند. خواهان آزادی زندانیان معلم ما هستند. این هفته هم به پایان رسید. مفتخریم به همراهی شما. از طریق شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، به ویژه از طریق سنت وی او ای آیدی تلگرامی صدای آمریکا. هم پیشنهاد موضوع میتونید بدید، هم میتونید عکس و فیلم برای ما بفرستید، فایل صوتی بفرستید درباره موضوع هر شب. اما لطفاً اگر مربوط به موضوع اون شبه تا قبل از ساعت 9 شب باشه که بعدش دیگه نمیتونیم از اونها استفاده بکنیم. خیلی ممنون باز هم از شما. تا هفته آینده دوشنبه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. این صدای آمریکاست.